سخنان زیبا و ماندگار هاینریش چارلز بوکوفسکی، شاعر و داستان نویس آمریکایی. ادعی می گویند دروغ عامل بسیاری از جدایی هاست، اما این حقیقت است که انسان را از هم دور می کنند. یک جای می رسد که آدم دست به خودکشی می زند، نه این که یک تیغ بردارد و رگش را بزند، قید احساساتش را می زند. اگر داری روح خود را از دست می دهی و خودت این را می دانی، پس هنوز روح برایت باقی مانده است که از دست دهی. همیشه فکر می کردم که آنچه مرا از پیری متنفر می کند، چروک صورت، لرزش دست ها و ناتوانی تمام و کمال است که تمامیتم را زیر سوال می برد. اما حالا نظر دیگری دارم. آن چیزی که در پیری مرا بیشتر آزار می دهد، این است که در مقابل انبوه خاطراتت تنها باشی. نمی دانم آیا این اندوه است که ما را به تفکر وامی دارد یا تفکر است که ما را اندوهگین می کند. برای هر کسی که رفتنی است، فقط باید کنار ایستاد و راه را باز کرد. ما همه خواهیم مرد، همه ما. به همین تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر را دوست داشته باشیم. ولی این طور نیست. ما در برابر مسائل بی اهمیت زندگی وحشت زده و ویران می شویم. ما در هیچ و پوچ زندگی غرق شده ایم. تفاوت بین دموکراسی و دیکتاتوری این است که در دموکراسی اول رای می دهی و بعد دستور می گیری. در دیکتاتوری دیگر مجبور نیستی وقتت را برای رای دادن تلف کنی. یک روشن فکر چیز ساده را به شکل دشوار بیان می کند. یک هنرمند چیز دشوار را به شکل ساده بیان می کند. بعض از مردم هیچ وقت دیوانه نمی شوند. چه زندگی واقعا مزخرف باید داشته باشند. هرچقدر بگوییم مردها فلان، زنها فلان، تنهایی خوب است، دنیا زشت است، اما آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر می زند. اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کرده ایم هیچ وقت پاک نمی شوند. ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم، ولی دنبال لذت بردن می گردیم. باید پذیرفت که تنها راه ادامه دادن لذت بردن از رنج هایی که می کشیم است. باید زندگی من را آنگونه بگذرانیم که وقت مرگ برای بردن ما بیاید به خود بلرزد. اغلب بهترین قسمت های زندگی زمان بودند که هیچ کار نکرده ای و نشسته ای درباره زندگی فکر کرده ای. نوشتن اغلب تنها چیز میان تو و امر ناممکن است. تنهایی عمیق در جهان است که در حرکت کند عقربه های ساعت می توان حس کرد. عشق در حال شکستن استخوان هایم هست و من می خندم. نبوغ توانایی گفتن حرف عمیق است به شکل ساده. مشکل دنیا این است که آدم های باهوش پر از شک هستند، در حالی که آدم های احمق پر از اعتماد به نفس. وقتی که میبینی همه به دنبال کور کردن کسانی هستند که خوب میبینند، ساده ترین راه این است که خودت را به کوری بزنی. خیلی بد است که ببینی و کور باشی. درد همه ایمان یک چیز است. همه ایمان ترسو هستیم. به پشت زندگی سوار شو و تا مرزهای قطعی شادی بتاس. این تنها مبارزه با ارزشی است که وجود دارد.
زیبایی ارزش ندارد، چرا که دائمی نیست. اگر زشت باشید، بسیار خوشبختید. زیرا اگر مردم دوستتان داشته باشند، می دانید برای چیز دیگری است. البته که امکان دوست داشتن یک انسان وجود دارد، اگر او را خیلی خوب نشناسی. ما حتی دیگر به دنبال خوشبختی هم نیستیم، فقط می خواهیم قدر کمتر رنج بکشیم. ممنونیم که ویدیوی ما را تا آخر تماشا کردید. نظریات خود را در کامنت بنویسید و با لایک و سابسکرایبتان حتما از کانال ما حمایت کنید. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.